السلام علیکم بینندگان برنامه مهر سخن از شبکه تلویزیونی بهارستان. صحبت ما در موضوع های زبان ادامه دارد. چنانه که شما واقف بودید، در یکی از برنامه های گذشته ما خاطر نشان کرده بودیم که زبان ها به همدیگر نه تنها با اقتباسات کلمه و اصطلاحات، یعنی از یک زبان به زبان دیگر گذشتن کلمه و اقتباسات، بلکه در طرزهای افاده فکر، قالبهای عباره جمله بندی هم به همدیگر نامعلوم تاثیر می رسانند. آن تاثیرها ممکن است با معاشرت بیواسطه نمایندگان یک زبان به زبان دیگر روی دهد. راه دیگری تاثیر زبانهای دیگر فرض کردیم به زبان تاجیکی، با راه ترجمه صورت می گیرد. در نتیجه انمی دو راه در ساختار جمله بندی زبان تاجیکی تأثیر زبان های بیگانه مشاهده کرده می شود. در صحبت گذشته ما درباره یک پیشایندی که قبلا در زبان ما وجود نداشت، بلکه در زبان مطبوعات امروزه ما خیلی سر استعمال شده بود، صحبت کرده بودیم. آن پیشایند با در نظر داشتی یا با نظر داشتی. بله، قبلا این پیشایند در زبان ما نبود. شاید با تاثیر زبان همسایگان ما یا با تاثیر زبانهای دیگر به زبان ما وارد شده است و حالا خیلی سر استعمال و زبان زده هم شده است. زبان ما را یک درجه سنئی کرده است. حالا اینکه در زبان راه های دیگر افاده همین طرز جمله بندی، افاده فکر وجود دارد. من برای یادآوری یک مثال میخوانم. مثال از مقاله های پوبلیسیستی استاد عینی. پارتی بولشویکی و حکومت سوئیتی این احتیاجات را به نظر گرفته، چاره های بزرگ دیده استادن. همین مضمون را اهل مطبوعات امروزه ما حتما چنین افاده میکنن. حزب بلش